خدمت حضار نهایت محترم برادران عزیز و بزرگوار خواهران با عزت و با فت السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خداوند قادر و منان را متشکر و سپاسگزاریم از این عمر را برای من و شما ارزانی فرمود و توفیق و عنایت فرمود تا لحظات را در خانه او گرده هم جمع شده و بر سفره رحمت بیکران الله جل جلاله نشسته باشیم و از فیوزات و برکات و رحمات الهی استفاده نماییم امید است که خداوند همه طاعات و عبادات و بندگی من و شما را در درگاه خود مورد قبول عنایت بفرماید و اثر تقصیرات همه ما درگذرد و قلمی عفو و بخشش خیش را بر روی گناهان من بکشد و در روز قیامت در میدان محشر پرونده اعمال من را به دست راست من عنایت بفرماید و ما را از شفاعت سرور و سردار انبیا محروم نگرداند آمین یا رب العالمین برادران عزیز و بزرگوار بحث امروزی ما و یا بحث این هفته ما در ارتباط به تسامح و آسانگیری در اسلام عزیز است اسلام دین افرادگرایی نیست و اسلام دین تفرید هم نیست یعنی در اسلام نه افرادی وجود دارد و نه تفرید دین یهودیت دین افرادگرایی بود و دین مسیحیت دین تفرید بود افراد یعنی زیاد روی و تن روی سخت گیری که ضد تسامح و آسانگیری هست و تفرید یعنی خیلی زیاد روی و آسانگیری بی حد زیاد اسلام دینی است که نه افراد است و نه تفرید بلکه ما بین افراد و تفرید قرار دارد یعنی دینی است که اساس و بنیادش بر اعتدال و میانه روی گذاشته شده الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید زمانی که حالت و وصف این امت را بیان می کنه و جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ای امت اسلام شما امتی متوسط امتی میان رو قرار داده شدید میان روی در همه ابعاد زندگی انسان باید جا داشته باشد چی در قضیه معاملات چی در قضیه معاشرات چی در بود اجتماعی و انفرادی چی در بود سیاسی و اقتصادی در همه ابعاد زندگی اسلام از پیروانش میخواهد که باید میانه رو باشند و امروزه بسیار از من و شما میشنویم واژه افرادگرا و یا افرادگرایی برای هر جوان ما مشخص است خیلی کسانی که دین را ندانستند اسلام واقعی را نمیفهمند قرآن را هنوز نمیدانند ممکن یک سوری قرآن را هم درست ندانند اونها بر های مختلفی به اسلام می به نام افرادگرایی و تنروی و خشونتگرا و بنیادگرا با الفاظ مختلف به او لحاظ خواستیم که امروز در ارتباط به آسانگیری و تسامح در اسلام عزیز صحبت داشته باشیم پیامبر صلی الله علیه و سلم محبوب قلب همه ما عزیزی دل ما میفرمایند این دین یس اسلام دین آسانی است خیلی این دین آسان است یعنی در اسلام چیزی به اسم سختی تشدد و بنیادگرایی وجود ندارد اسلام دین آسانی است و بعد میفرمایند نشود که شما دین را خودتان بر خودتان سخت بکنید اگر امروز یک سلسله مواردی افرادگرایی در بین مسلمان ها مشاهده می شود و یا تشدد به سختگیری گیری می بینید این تقصیر اسلام نیست این مشکل مشکل مسلمان هاست این کوتاهی و تقصیر در دین نیست در متدینین است شما وقتی میخواهید اسلام را درست بدانید بر مسلمان ها و اعمال مسلمان ها نگاه نکنید بلکه بروید اساس و بنیاد اسلام عزیز رو بخوانید مطالعه کنید من مسلمان ممکن اشتباه بکنم خطاب روم افرادگرایی بکنم سختگیر و تشددگرا باشم ولی دینم نیست قرآنم نیست و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می دین آسان از دین بر خودتان سخت نگیرید چرا کسانی که قبل از شما بودن ادیان سماوی را بر خودشان سخت کردند و این سختگیری و تشدد وسیله هلاکت اونها به نابودی اونها شد در روایتی دیگر میفرمایند دین رو بر خودتان سخت نگیرید چون شما نمی توانید بر دین غالب بشوید بلکه دین بر شما غالب خواهد شد و الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید فرماید خیلی این واژه برایم زیبا بود همه قرآن زیبا هست اما بعض کلمات و بعضی از آیات قرآن زیباییش برای هر انسان مشاهده است قابل مشاهده است یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر یکی کلمه یسر است و یکی کلمه عسر است با عین آغاز می شود یسر به معنای آسانگیری آسانی هست و عسر به معنای سختی هست تشدد هست زیادروی هست سختگیری هست الله می فرماید یورید الله بکم الیسر الله به بندگانش می اراده آسانی دارد الله نمیخواهد بندگانش در مشقت بیفتن نمیخواهد بندگانش در سختی بیفتن یورید الله الله میخواهد برای چه کسی میخواهد و چی میخواهد الله بیکم الیوس ای بندگان الله الله برای شما اراده آسانی دارد الله اراده سختی ندارد نمیخواهد بندگانش در مشقت و سختی بیفتند و لا یرید و بیکم العصر نمیخواهد الله که شما در تنگنا و در مشقت و سختی قرار بگیرید الله سبحانه و تعالی در سوره تاها جزء 16 قرآن در اول سوره با این الفاظ سوره آغاز میشه تاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أي پیامبر الله نمي خواهد که قرآن وَنُزُولَ قرآن تو در مشقت بیفتی در سختی بیفتی یا خودت را خودت در سختی قرار بَدِي نه بل الله می با قرآن انسان ها در تعادل در اعتدال و میان روی قرار بگیرن در سختی قرار نگیرند، الا تذکیرت لی یخشا، بلکه این قرآن پند است اندرز است نصیحت است راهنمایی است برای انسان هایی که از الله سبحانه و تعالی ترس داشته باشند در جای سوم الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید وما جعل علیم فی الدین من رج الله سبحانه وتعالی نگردانیده در ای دین برای شما سختی یعنی اگر از اول اسلام تا اخیر اسلام که وقتی میگیم اسلامر مطالعه کنید اساس اسلام بنیاد اسلام قرآن است از اول قران تا اخیر قرآنر اگر شما ورق بزنید مطالعه بکنید تحقیق بکنید جایی به اسم سختگیری و تشدد برای این امت پیدا نمی کنی چقدر زیبا می فرماید یرید الله بیکم اليسر الله برای بندگانش اراده آسانگیری داره ولا یرید بیکم العسر نمی خواهد بندگانش در سختی بیفتن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج در این دین برای شما سختی قرار نداده الله بلکه میفرماید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر کسر الله اندازی توانش مکلف ساخته کسی قدرت مالی داره الله برش مسئولیت مالی داده گفته زکات بدی حج برو کسی قدرت جانی داره الله برش مسئولیتی داده طبق توان و قوت و انرژی بدنش کسی قدرت زبانی داره فصاحت و بلاغت داره الله برش مسئولیتی دیگری داده برای هر انسان الله به اندازی توان و وصف و قدرتش مسئولیتی سپرده به او لحاظ است که می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله هیچ انسانی را مؤاخذه نمی کند هیچ انسانی بیشتر از توانش بیشتر از قوتش که در وجودش است الله مؤاخذه نمیکن چرا اسلام میگه برای انسانی که مریض است نماز جمعه نیست چرا اسلام میگه برای مسافر نماز جمعه نیست چون ممکن زمینه برایش مساعد نباشه ممکن توانی آمدن در نماز نداشته باش چرا اسلام میگه برای او کسی که بینایی چشمانش از دست داده برش نماز جمعه فرض نیست چرا ممکن نتواند حاضر بشود بناا برادران عزیزان خواهران عزیز که آواز مرا میشنوید اسلام دین اعتدال و میان روی هست نه افراد و افراطیت در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند یسروا ولا تعسروا برای صحابه توصیه میکنن سفارش میکنن دعوت میدن یسیرو یسیرو یعنی خیلی تاکید است آسان بگیرید برای مردم اصحاب من اگر کدام وجیبه مسئولیتی به عده شما گذاشته شد شما در رأس امور مردم قرار گرفتید یسیرو آسان بگیرید برای مردم ولا تو سخت نگیرید برای مردم و بشیرو بشارت بدهید مردم را ولا و مردم را متنفر نسازید از مسائل دین عقیده اسلام و مسئولیت ها و مکلفیت ها و به که در راستای دین دارن و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در اعمال پیامبر تعاملات روزمره رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنید خیلی آسانگیر بود برای این امت یعنی تا جایی که تصور نمی کند انسان نمی توانیم ما او آسانگیری که پیامبر داشت ما داشته باشیم در حالی که الله میگه پیامبر برای شما بهترین نمونه و بهترین الگو هست وقتی در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه بکنید حتی در برابر دشمنانش آسانگیر بود حتی در برابر دشمنش کسی که به قصد ترور شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده پیامبر در برابر او آسانگیری میکن ولی ما امروز در برابر یکدیگر دیگر چی میکن چقدر این دین برای خودمان در مشقت قرار بناهن برادران عزیزم اسلام دین تسامح و دین آسانگیری هست اولین آسانگیری در اسلام آسانگیری در عبادت است یعنی عبادت الله سبحانه و تعالی یک وجیبه شرعی یک مسئولیت و مکلفیت هست بر عده انسان مکلف ولی الله میگه حتی در عبادت منم آسانگیر باشه ببینید نمونه های آسانگیری را در عبادت اسلام میگه اگر انسان مریض بود قدرت ایستادن نداشت بنشین نماز بخوانه اگر قدرت نشستن را نداشت سرش بگذاره و نماز بخوانه اسلام میگه اگر مریض بود قدرتی روزه گرفتن را رو نداشت با این که روزه فرض الهی است روزه را رو افطار بکنه اگر در سفر بود نماز چهار رکعتی را دو رکعت بخوانه اگر در سفر روزه برایش مشقت بود روزه را رو افطار بکند همه اینها نمونه است از آسانگیری در عبادت الله سبحانه و تعالی برای مریض نماز جمعه نیست برای مسافر نماز جمعه نیست برای نابینا نماز جمعه میگد یعنی فرض نیست بر اودش اما اگر اشتراک بکنه بزرگترین اجر و پاداش رو میبره یعنی به خاطر آسانگیری هست روز از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مسجد النبی میشن میبینن یک ریسمانی در یک ستون بسته است و یکی از صحابه نشسته هستن ازش پرسان میکنه این رسمان خاطر چی بسته کردی میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر این بستم که من مصروف و مشغول عبادتم مبادا گاه وقت خواب بروم سرم سنگینی بیاید غفلت بیاید و بعد این ریسمان رو بسته میکنم در دستم یا در گردنم به خاطر اینکه که اگر میفتم بیدار بشوم یعنی یک وسیله هست برای ادامه دادن عبادتم پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحت میشود میگه باز کن این ریسمانه ای چیزی چیز مسائل است که شما انجام می دهید مگر نشنیدی الله سبحانه و تعالی می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها اندازی توانید عبادت کن از قدرت و توانید بیشتر حق نداری عبادت بکنی و بعد می الله ملول نمی شود الله به عبادتی بنداش خسته نمی شود ولی ای تو هستی که ملول و خسته می شود. اگر شبها به روزها سرت بر سجده گذاشته باشه بر الله تأثیری ندارد ولی خودی خسته نکن و اندازی توانید زحمت بکش نمونی دیگر آسانگیری در عبادت الله سبحانه و تعالی ولی این آسانگیری به معنای این نیست که انسان نماز نخواند انسان روزه نگیرد حجاب نکند که بله اسلام دین آسانگیری است بلکه مسئولیت و وجیبی شرعیش را در برابر الله سبحانه و تعالی اندازه توانش انجام بده معنایش این است روزی سه نفر از صحابه می آیند دروازه خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم. از زنان پیامبر پرسان می در مورد عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقت همسران رسول خدا برایشان بیان می که پیامبر این گونه نماز می خواند طلاوت تلاوت می شب خیزی داره اینها در بین یک دیگر میگن خب او که پیامبر هست بخشش هست معصوم است گناهی نمی کند یعنی گویا عبادت رسول الله صلی الله علیه و به نظر اینها کم جلوه داد در بین یک دیگرشان با هم یک معاهده را میخواستن امضا بکنن یکی گفت در طول عمرم هرگز دیگه ازدواج نمی کنم همیشه الله را عبادت میکنم دیگری گفت در تمام عمرم دیگه روز روزه را نمیخورم همیشه روزه میگیرم نفر سومی گفت در طول عمرم دیگه در حیاتم شب نمیخوابم تا صبح الله را عبادت میکنم در این اسناس که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طرف اینها میگه نگه شما بودید که چنین و چنان میگفتید میگن بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی قضیه مهم است برای هر مسلمان ضرور است که بداند بعد پیامبر صلی الله علیه و خطاب برای اینهایی که چنین و چنان میگفتن یکی میگفت من همیشه عمرم را روزه میگیرم یکی میگفت همیشه شب بیدار می باشم و عبادت میکنم یکی دیگه گفت در طول عمرم ازدواج نمیکنم چون ازدواج مرا ممکن از عبادت خدا من شود پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اینا چند جمله فرمود گفت ببینید من از همه شما تقوا به خدا ترسیم بیشتر است نسبت به الله یعنی از همه شما متقی هستم پرهیزگار هستم من از همه شما به الله نزدیکترم چون فرستادی الله هستم بر روی زمین ولی منم ازدواج کردم شب هم نماز می خانم, هم می خوابم. و گاه وقتی در روز هم روزه می گیرم به هم افطار می کنم و بعد در ادامه فرمود فمن رغب عن سنتی فلیس مینی کسی که از راه و روش من اد تجاوز بکند او از امت من نیست یعنی معنایش چیست کسی که در طول عمر در حالی که من روزه نگرفتم او روزه میگیرد من همیشه شب بیدار نبودم او شبها تا صبح بر سر خود فشار می آورد من ازدواج کردم او ازدواج نمی کند از امت من نیست یعنی بر سختگیری اینها خط بطلان کشید گفت نباید چنین کاری را انجام بدهید بروید بعضی روزها روزه بگیرید بعضی روزها را رو بخورید اگر خیلی علاقمند هستید استید شبها بلند شوید قسمتی از شب عبادت کنید قسمتی دیگر را بخوابید بروید ازدواج بکنید ازدواج نیازی انسان است انسان بر اساس فطرتش غرایزی که در وجود انسان وجود داره انسان نیاز داره به همسر زن نیاز به شوهر داره مرد نیاز به همسر داره این نیاز شماست کسی که از سنت من رسول خدا ابا می برزد عدول می کند او از ما نیست در حدیث دیگری می فرماین پیانبر صلی الله علیه وسلم کل امتی ادخلون الجنه الا من ابا همه ای امت وارد بهشت می مگر کسانی که از من ابا برزیدن صحابه فرمودن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کسانی ابا برزیدن چی کسانی به رای شما یا تعبیر شما کسانی هستند که اونها ایبا برزیدن وارد بهشت نمی شوند پیامبر صلی الله علیه و فرمود من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا کسی که از من رسول خدا اطاعت کرده وارد بهشت میشه کسی که از من اطاعت نکرده در امورات زندگیش او گویا ایبا برزیده است راه جدیدی را اختراع کرده از پیش خود او وارد بهشت نمیشه بنا برادران عزیزم اسلام دین آسانگیری هست دین تسامح هست حتی در عبادات عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند در مورد آسانگیری در عبادات میگه من با رسول الله صلی الله علیه و سفر کردم من با ابو بکر صدیق سفر کردم من با عمر فاروق سفر کردم حدیث بخاری است که از جمله احادیث صحیح ولی در سفر ندیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر نماز فرض چیزی دیگری اضافه بخواند یعنی نماز سنت رو نمی خواندن در سفر یک نمونی از آسانگیری است اما ای بی این نیست که در سفر هیچ کس سنت نخواند کسی که برایش زمینه مساعد است سهولت است بخواند اجر و مزد میگیرد اما اگر کسی در سفر در مشقت قرار گرفت در سختی قرار گرفت خسته شد یا کدام مشکلی برش پیش آمد نخوان گناهکار نمی شود ها نمونه های در اسلام چرا اسلام میگه در فرض در سفر نماز فرض چهار رکعت دو رکعت بخوانید الله میگه لیس علیکم جناح اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا في الصلاه بر شما گناهی نیست زمانی که سفر کردید در روی زمین خدا نماز فرض چهار رو, رو دو رکعت بخوانید حکم الله هست به خاطر آسانگیری هست به خاطر رحم و شفقت و ترحم بر بندگانش است آسانگیری در عبادت کسی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زن آمد گفت شوهرم شبها را تا صبح نماز میخواند به من هیچ توجهی ندارد من در بستر افتادم پیامبر صلی الله علیه و سلم شوهرش درخواست میکنه برش به عنوان یک تهدید میگه همو حق همسرتم هم که ادا بکنی به عنوان عبادت محسوب میشه چرا چیزی که الله برید آنقدر سخت نگرفته خودت برای خودت سخت میگیری در عبادات زمانی که معاذ ابن جبل به عنوان والی به سرپرست مقرر میکنه توصیه پیامبر صلی الله علیه و برای معاذ چیست چون والیان زمان پیامبر سیاستمداران زمان پیامبر دایان دین بودن مسئولیت و وجیبه دینیشان را هم در کنار سیاست ادا می کردن در کنار مسئولیت سنگینی که از مردم به عده اونها گذاشته می بود پیامبر صلی الله علیه و سلم در باب زکات برش توصیه میکنه در حالی که زکات فرض است از جانب الله سبحانه و تعالی ای معاز یسر و لا تعسر برای مردم آسان بگیری اول ازش پرسان میکنه که معاز زمانی که زکات مال مردم رو میگیری چگونه زکات میگیری معاذ میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر گوسفند بود میخواستم زکات مال را از مالداران بگیرم نه گوسفند بزرگ را انتخاب میکنم نه گوسفند کوچک را بلکه متوسط را انتخاب میکنم و بعد پیامبر صلی الله علیه و میگه یسیرو آسان بگیری برای مردم ولا تعسر سخت نگیری برابر در برابر مردم در حالی که قضیه زکات است امر است از طرف الله آسانگیری است در عبادت و در ادامه میگه و بشرو بشارت بدهید ولا تنفر و مردم رو متنفر نسازید نمونه دیگر از آسانگیری در عبادت کل حیات رسول الله صلی الله علیه و پر است از مثال ها و نمونه ها قومی آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و پیشنهاد کردند که یا رسول الله برای ما یک امام را انتخاب بکن که برای ما هم مسائل دین ما را تعلیم بده هم جماعت ما را نماز جماعت ما را امامت بده برای ما پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از حفاظ صحابه قاری خوش رو برای اونها انتخاب میکند بعد از چند روز مردم میان شکایت میکنن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما وقت در نماز استاد میشیم امام ما چنان نماز را طولانی میخواند که ما احساس خستگی میکنیم ما در نماز مریض داریم موسیفید داریم به اصطلاح شیخ فانی داریم کسایی داریم که اونها ضرورت دارن آیت حال امار این حال ما رو نمیکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم امام اینها درخواست میکنه تهدید میکنه چرا مردم رو متنفر میسازید از دین برو نماز رو برای اونها کوتاه بخون حتی برش میگه برو سوره قل یا ای الکافرون و اذا جاء نصر الله بخون در نماز برای مردم رو متنفر نسازید از دین ما در طول همین هفته یکی از برادران عزیزم در نمازم حضور دارن برای پیشنهاد کردن خیلی خوشحال شدم گفتن استاد خیلی صحبت طولانی میشه ما مشکل داریم بعض مردم مریض هستن یک پیشنهاد شرعی بود حق شماست وقتی میبینید که انسان خطا میکنه ولو امام شماست ولو خطیب شماست ممکن نداند گاه وقتی انسان به احساسات میایه وقت در مد نظر نمیگیره ولی حق که باید ازش پرسان بکنید حق تان است که بخواید نماز رو کوتاه‌تر بخون پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او امامی اونها میگه مردم چرا متنفر میسازی برو نماز رو کوتاه برای اونها روز از روزها در نماز صبح پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما دیگرم هم گفتن بارهای دیگر نماز صبح خیلی کوتاه میخونه وقتی میگن چرا کوتاه خواندی یا رسول الله صلی الله علیه و میگه مگر نمیبینید در این صف بزرگان وجود دارن عاجزان وجود دارن مریضان وجود داره یا در روایت دیگر میگه مگر نمیشنوید گریه اطفال را مادران اونها پریشان میشن یعنی در دین آسانگیری است دین دین سختگیری و افرادگرایی نیست الله نوع دوم تسامح و آسانگیری آسانگیری در قضیه ازدواج است عزیزان من در همه ابعاد زندگی دین میگه باید آسانگیری داشته باشه متاسفانه امروز ما قضیه ازدواج صدهای فولادینی ساختیم سر رای جوانان ما در اسلام از ازدواج قضیه آسانتر نبود یعنی مثل و مانندش شما پیدا نمی کنید. ولی امروز در بین مسلمان ها از قضیه ازدواج افراد گرایی تر افرادی تر تشدد گرایی تر سخت گیرتر هیچ قضیه دیگری نیست چرا ما اینقدر برای خود سخت میگیریم پیامبر میگه اگر شما برای خودتان سخت کردید دین دین بر شما غالب میآید اگر مسائلی عرف و انعناتتان را سخت گیر کردید برای خودتان خودتان در مشقت قرار میگیرید شما در مشکل قرار میگیرید و امروز شما میبینید دختران به سن سی سالگی رسیدن جوانان ما به سن سی و سالگی رسیدن حتی بعضی از جوانان آثار موسیفیدی در سرورش اونها معلوم میشه هنوز به ازدواج نرسید چرا اینقدر سخت گیری وقتی که با برادران به خواهران عزیز صحبت بکنید چرا میگن والله نمیشود ما سالها نان مردم خوردیم مگر بخوریم ما در سر سفره عقد مردم اشتراک کردیم مگر اونها هم اشتراک بکنن وقتی که جوان ما به خواستگاری میره به جایزی که از دینش از اخلاقش از تحصیلش از عدبش پرسان بشه اولین شرط و شرایط جانب مقابل است که در عروسی سه هزار نفر بعد از طرف ما هست خود دیگر چی که داری او مربوط به خودیت میشه داماد عزیز در عروسی سه هزار نفر ما خبری داریم خودت اختیار خود داری هر چی که خبر میکن از او برادر اگر پرسان بشه خب چرا در عروسی پسر خودت توی سه هزار نفر خبر نمیکنی که در عروسی دامادت خبر میکن مادر دختر میبینی از اون طرف صدا میزنه داما جان دختر ما باید در فلان آرایشگاه آرایش بشه باید به با ما به ایدی بیاری نوروزی بیاری تموسی بیاری زمستانی بیاری ما فلان 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 عرف و انعنات داریم نکنید این مسائل در دین نیست برای خودتان سخت نگیرید ای قضایار. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدی ای قضیه آسانگیری بوده اگر ما به پیامبر ادعای ایمان داریم الله میگه رسول الله برای شما نمونه است ای امت در همه ابعاد زندگی ازش پیروی بکنید ما تنها رسول الله را در نماز میبینیم تنها رسول الله برای ما در حج نمونه است چرا در دیگه زندگی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نقش نداره در حالی که الله سبحانه و تعالی میگه اگر از راه و روش محمد پیروی نکردید هرگیز من الله شما را دوست نمیدارم وش محبت شما با من الله ایجاد نمیشه قل این کنتم تحبون الله الله اگر میخواید من الله را دوست داشته باشید من شما را دوست داشته باشم از رسول الله اطاعت بکنید او زمان شما را دوست میدارم یک یغفر ذنوبکم گناهان شما را میبخشم دو تا امتیاز میده الله برای شما رسول الله چی گونه دخترایش عروسی میکنه زمانی که دخترانش عروسی میکنه نه ابوبکر خبر میشه نه عمر خبر میشه هیچ کدام یعنی اینها دو نفر یاران بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم است هیچ کدام اینها در عروسی دختران پیامبر اشتراک نداره و اعتراض هم نمیکنه که والله چرا پیامبر ما خبر نکرد گپ بیغلی و جهالتی که امروز در بین جامعه ماست میگه والله اگر خبر نکنیم فردا گلاه میکنه اگر انسان عاقلی باشه اگر انسان دانشمند باشه یک مقدار شعور و فکر داشته باشه هرگز اعتراض نمیکنه چرا ما خبر نکردیم چون میدانه هر کس اندازی توانش محفل میگیرن عروسی میگیرن عبدالرحمن ابن عوف میلیاردری صحابه بود میلیونری صحابه مشهور است به ثروت و پولداریش عبدالرحمن ابن عوف عروسی میکنه پیغمبر حتی خبر نمیکنه ممکن بین خانه عبدالرحمن ابن عوف و خانه پیامبر یک کیلومتر فاصله نبوده در یک مسجد پشت سر پیامبر نماز میخوند صبح در صف نماز وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنه عبدالرحمن روی لباسش رنگ است میگه الرحمن این رنگی چی هست میگه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پدر و مادر عزیزم فدایت مادی شب شب عروسیم بود این رنگی است که خانمم در لباسش استفاده کرده در او زمان مواد خوشبوی مزافران می بود یا بقیه موارد دیگری که می بود از لباس او به لباس من منتقل شده پیامبر به حقش دعای خیر میکنه نمیگه عروسی کردی رحمت للعالمین سید المرسلین کسی که برش ایمان داری چرا مرا خبر نکردی در عروسی ولی ما امروز در کجا قرار داریم تو تا سال بگی جوان عزیز اندازه توان خودت عروسی کن برای خودت زندگی کن نه برای مردم امام احمد ابن حنبل رحمه الله می فرماین زمان رضایت خدا را یافتم زمان لذت دین را یافتم که رضایت مردم را ترک کردم دنبال حرف مردم نگشتم که مردم چی میگن چی میکنن تو برای خودت زندگی میکنی اندازه توانت عروسی بگیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب مثال به ما مثال داده شما عروسی بگیرید اگر اندازه یک گوسفندم توان دارید یعنی چی معنا یعنی اگر اندازه یک گوسفندی توان است اندازه یک گوسفند در عروسی بگیر اگر پول داری اندازه مصرف یک گوب در عروسی گوشت مصرف بشه اندازه مصرف یک گوب در عروسی گوشت مصرف بکن ولی اندازه ی توانید نکن خود را تکه تکه و در بدر و دیگه مسائل سختگیری که در قضیه ازدواج وجود داره و شما میبینید در نکاح خانه وقتی که میشینیم چه رسوایی های وجود داره چند مهر بخوانیم خانیم 50000 دلار خب چندی زیر کم میکنی 1000 دلار برای رسول الله صلی الله علیه و آله دلار به خاطر قرآن عظیم شان 1000 دلار به خاطر شما موسیفیدا و بزرگوارا خاک در سرت با این الفاظی که تکرار میکنیم رسول الله که یک لک 24000 هزار صحابه مال و جان و هست و نیست خود فدایش کردن تو یک هزار دلار در درزش داره قرآنی که سرنوشتی امت تا قام قیامت رقم میزند کتابی برای زندگی دنیا و آخرتی او پیشید یک هزار دلار ارزش دارد موسفیدی که رسول الله میگه الله از موی سفیدش حیا میکنه تو در نکاخانه میگه یک هزارم بروی کم است بگذارید این چه چرا ای قدر سخت گیری زنی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه یا رسول الله من خود به شما بخشش کرد صحابه میگن نگاه میکنن طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه یعنی به این معنا که یا رسول الله اختیارم به دست شماست هر طور که در موردم تصمیم میگیری صدا میزنه بین صحابه کسی است با خانم ازدواج بکن یکی بلند میکنه دستش میگه بله یا رسول الله من ازدواج میکنم ولی توان ندارم پیامبر صلی الله علیه و سلم او زن را در عقد نکاح او صحابه در میآورد روی خود طرف عبدالرحمن و عثمان میکنه میگه مصارف خانه زیر جمع بکنید بینتان یعنی با این همه سهولت و آسانگیری اصلا مثال و نمونه اش نیست عمر رضی الله تعالی عن در کوچه ها پشت ابوبکر و عثمان میگرده بیایید که دخترم ام گلسونه برای شما بدم یکشان پیشنهاد میکنه قبول نمیکن برای دومش پیشنهاد میکنه میگه دخترم به عقد نکاه در میآورم یعنی اینا نمونه است که این همه سهولت آسانگیری در زندگی اونها بود ولی وقتی جوان ما به خواستگاری میره پدر و دختر چی میگه والله اگر بار اول قبول بکنیم خب باز بی ارزش میشه شش دفعه دیگه برو بیا برو بیا که تا بالاخره قبول بشه دخترم ارزش پیدا بود پیامبر میگه بهترین نکاه اون نکاح که آسان باشه درش جنجال نباشه مصیبت نباشه اسراف نباشه تبذیر نباشه مصیبت ها و جنجال های دیگه نباشه ولی تو میگی بهترین نکا است که سختگیری باشه درش میلیون ها پول مصرف بشه انواع غذای مختلف باشه هزارها نفر اشتراک داشته باشه یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شعار و بعد ادعا داریم که ما مسلمان است وقت ما رو به اتمام است نمونی دیگر از آسانگیری در اسلام در تعاملات است معاملات روزمره ما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در بنی اسرائیل مردی بود که برای مردم قرض میداد و بعد برای پسرش وصیت میکرد برای غلامش کسی که زیر دستش بود میگفت زمانی که میروی قرض از اونها بگیری اگر دیدی کسی که ما برش قرض داده بودیم تنگ دست بود نداشت چیزی قرض برش بخشش بکن ممکن الله سبحانه و تعالی وسیله ای بخشش ما را هم بخشش بکند از گناه و تقصیر ما درگذرد گذرد پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید فلقی الله فتجاوز عنه در حال این انسان خدا را ملاقات کرد از دنیا رحلت کرد که الله از همه گناهان این درگذشته بود و الله در قرآن هم میگه و ان کان از عسرت فنظیرت الى ميسر. و ان تصدقوا فهو خیر لکم اگر قرضدارهای شما کسی که شما ازش پول میخواستید معامله و تعامل تجارتی با اونها داشتید اگر دیدید نداشتن با اونها سختگیری نکنید اگر سر مده پره شد پول نداشت تجدید نظر بکنید و اگر برایش بخشش بکنید این بهتر است برای شما و در روایت دیگر پیامبر صلی اللہ وسلم الله علیه و آله میفرمایند الله کسیر بخشش کرد که هر شب در وقتی در بستر می رفت می یا الله هرقدر مردم از این حق طلب استم کسی از این غیبت کرده من از کسی حقوقی می خواهم یا الله همه را به خاطر تو بخشش دارم ای این به این معنا نیست که هر چیزی داریم برای مردم بخشش بکنید و معنای است که در تعامل و معاملاتتان با دیگران آسانگیر باشید در روایتی دیگر پیامبر صلی الله علیه و می فرماید الله رحمت کند او کسی را در مالش برکت ایجاد کند که زمانی که با برادر مسلمان خود خرید و معامله می کند در معاملاتش آسانگیری می کند برادران عزیزم اسلام دینی آسانگیری است هدفم از انتخاب این موضوع این بود که در طول یک هفته دو هفته شده تعداد از علما را دولت گرفته بسیار می بینید که در صفات مجازی به نام افرادگرایی به نام تروریست به نام داعش به نام فلان و فلان همه بر چسبی دینی میزنند میگن این تقصیر از ثقافت اسلامی است این مشکل میگن در دین است وقتی علما چنین باشن در حالی که نیستن شما میبینید که به یک روز رئیس جمهور 900 نفر تروریست از زندان بیرون میکنه کسایی که در انفجار انتحار قتل مردم سهم داشتن اونها رو آزاد میکنن از یک طرف دیگر علمایی که در مسند پیامبر نشسته هستند حق را بیان میکنن اینها را به بهانهای مختلف زندان میاندازن تا باشد که جلوی دعوت و دعوتگرا را بگیرن بدانید مقدار کمک هوشیار بشوید شاید ممکن جوانان در اینجا هم باشه که با او گرفتار شده با اونا معرفت داشته باشن ما نمیگیم که اینها معصوم بودن ممکن در بعضی از نظریاتشان افرادگرایی کرده باشن ممکن اشتباهات و خطاهایی از اونها سر زده باشد ولی حق دارید با اونا استدلال بکنید با اونها از طریق مف... مفاهمه و گفتگو باید صحبت بکنید جنایتکارانی که با یک جنایتشان هزارها نفر به قتل میرسانند اونها آزاد میشه ولی عالم از منبر پایین کشیده میشه و به زندان انداخته میشه کاملا یک موقف اشتباه ما ای عمل دولت یک عمل نادرست یک عمل نابخشودنی و شما میبینید که یک مسلمیار به جرم افرادگرایی به زندان میره مسلمیار دیگر به جرم افرادگرایی و حمایت داعش آزاد میباشه یک قضیه است که امروز کاملا شما میبینید کسی که قدرت داشته باشه پارت داشته باشه پول داشته باشه زور داشته باشه هر قدر جنایت بکنه کسی برش چیزی نمیگه اما اگر زور نداشتی کوچکترین حرفی ازت بگیر کردن خدا مگر به دادید برسه الله تبارك وتعالى بهم حمامت توفيق عمل عنایت الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اله پروردگارم اون چیزي قفت شد و توفيق عمل بفرما اله پروردگارم مريزان را شفاى عاجل اسيران را آزادي قرض قرضداران را از خزانه های يا الله خواهر و ما هر مشکلی که يا الله مشکلات اونها را حل بگردان برادران به خواران تقاضا کردن مریضان دارن یا الله خودت میدانی مریضای اونها را شفای عاجل عنایت بفرما و صلی الله تعالی علی رسوله محمد و آله و اصحاب اجمعین رحم